سه روز از قطع رابطه عربستان سعودی، امارات، بحرین و چند کشور دیگر با قطر میگذرد و به رغم تلاش های برخی کشورها مانند کویت برای میانجیگری به نظر نمی رسد رابطه به این زودی ترمیم شود. هرچند همسایگان قطر که رابطه خود را با این امیرنشین قطع کردند دلیل این تصمیم را حمایت دوه از گروه های تروریستی خانده و میگویند این رفتار موجب برهم زدن امنیت منطقه است. با این حال دلیل مشخص این تصمیم برای بسیاری هنوز ناروشن است و تحلیلگران را به بررسی شواهد و قرائنی خوانده که منتج به این تصمیم شده. حالا بر اساس گزارشی که در فاینانشال تایمز منتشر شده، روشن شده که قطر یک میلیارد دلار برای تضمین آزادی 26 نفر از اعضای خانواده سلطنتی که برای مهمانی شکار شاهین به جنوب عراق رفته بودند، و همچنین رهایی حدود پنجاه نفر شبه نظامیانش که توسط گروه های جهادی در سوریه اسیر شده بودند پرداخته. مسئله‌ای که به نظر می رسد دست کم یکی از دلایل پشت پرده تصمیم کشورهای عربی برای قطع رابطه با قطر است. منابعی از میان فرماندهان گروه های شبه نظامی و مقامات حکومتی در منطقه به فایننشال تایمز گفتند این مبلغ به دو نفر که در لیست سیاه تروریستی قرار داشتند پرداخته شده. یکی از آنها از اعضای القاعده در سوریه است و دیگری یک مقام امنیتی ایرانی قطر هنوز اظهار نظر روشنی درباره این ماجرا نکرده و میگوید درباره این معامله پاسخی فوری نخواهد داد اما یک منبع نزدیک به دولت این کشور تایید کرده که چنین پرداختی انجام شده درباره جزئیات این پرداخت گفته شده حدود 700 میلیون دلار به مقامات امنیتی ایرانی و شبه نظامیان شیعه منطقه پرداخته و 200 تا 300 میلیون دلار هم به گروه های اسلامی در سوریه داده شده که عمده آن برای تحریر و شام یک گروه مرتبط با القاعده واریز شده. قطر که متحد امریکاست و پایگاه نظامی این کشور در منطقه را میزبانی میکند، مدتی است که از سوی همسایگانش متهم به تلاش برای بالاتر بردن وزن دیپلماتیک خود با تلاش در دخالت در امور منطقه و استفاده تبلیغاتی از کانال عربی الجزیره می شود. حالا اما با شرایطی که پیش آمده شاید این امیرنشین ثروتمند چشمانداز روشنی نه تنها برای گسترش و نفوذ خود که برای ادامه شرایط معمول سیاسی و اقتصادی خود هم نداشته باشد. شبنم شبانی، اتاق خبر